به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان فرادرس. من زینب پدرام هستم، ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان. با آموزش بازی جهت افزایش هوش و تمرکز در کودک و نوجوان در خدمت شما هستم. توی این فصل در مورد این صحبت میکنیم که چرا اصلا باید بازی های مختلف رو یاد بگیریم و این بازی ها اساسا چه تأثیری روی بهتر شدن هوش و تمرکز دارن. بازی، زبان و دنیای کودکان. باید بدونید که بازی یه وسیله بسیار مهم برای کودکان به حساب میادش. شما به وسیله بازی میتونید وارد دنیای کودکان بشید. خیلی اوقات بچه ها نمیتونن با حرف زدن منظور خودشون رو به شما برسونه، اما شما با بازی کردن با اونها میتونید متوجه منظور اونها بشید. مثلا کودکی که از یه چیزی عصبی هستش ولی اون رو نمیتونه به زبون بیاره، ولی موقع بازی کردن حالتهای خشن خودش رو نشون میده. یا کودکی که عزت نفس پایینی رو تجربه میکنه و توی بازی کردن عروسک‌های خجالتی رو وسط بازی میاره و از زبون اونها حرف میزنه. و یا کودک دیگه ای که کسی اذیتش کرده ولی این قضیه رو نمیتونه به زبون بیاره، ولی تو بازی کردن میتونین این رو متوجهش بشید. پس خیلی مهمه که بدونید بچه ها تا یه بازی کردن میتونن کلی اطلاعات به شما بدن، اطلاعاتی که تو حالت عادی نمیتونین متوجه اون بشید و مسائلی که توی حالت عادی از فرزندانتون نمیتونین متوجه بشید. اکثرا توی فرایند ارزیابی کودک و نوجوان ما از بازی ها استفاده میکنیم. علت هم اینه که بچه ها دانش کلامی خیلی گسترده‌ای رو ندارن و به خاطر همینم خیلی نمیتونن توی در واقع مسائل مختلف رو در قالب واژه ها بیان میکنن و به همین علت هم هستش که بازی ها وسیله‌ای هستن که به کمک اونها میتونیم متوجه مشکلات بچه ها بشیم. همچنین توی فرایند درمان هم ما از بازی ها استفاده میکنیم. اینکه مشکلات کودکان حل بشه و بسیاری از تکنیک ها هم تو قالب بازی درمانی پیاده میشن که خب البته بحث تخصصی هستش و ما روانشناس ها از این بازی درمانی هم خیلی زیاد استفاده میکنیم. اما به صورت کلی و برای کودکان و نوجوانان به هنجار هم بازی ها فواید خیلی زیادی رو دارن. بازی وسیله‌ای هستش برای ابراز احساسات در کودک و نوجوان. همچنین یه وسیله‌ای هستش برای بیان مسائل مختلف که نمیتونن اونها رو مطرح بکنن. همچنین مسائل ناراحت کننده. همچنین برای کاهش استرس در کودک و نوجوان خیلی بهتر که با اونها بازی بکنیم. و همینطور بازی ها میتونن یه وسیله‌ای باشن که شور و امید به زندگی رو توی افراد تقویت بکنن. در واقع بازی ها یه وسیله خیلی عالی برای تخلیه هیجانی هستن و باعث میشن که نشاط و شادی توی بچه ها خیلی زیادتر بشه. پس تو فرایند بازی کردن تخلیه هیجانی در افراد اتفاق میفته. همچنین تو فرایند بازی بچه ها میتونن کلی اطلاعات یاد بگیرن، اطلاعات عمومیشون و دانش کلامیشون افزایش پیدا بکنه. همینطور مهارت‌های اجتماعی، همدلی و همکاری با دیگران رو یاد می‌گیرن و این مهارت‌ها توی بچه‌ها تقویت میشه. همینطور شاهد بهبود تفکر تحلیلی و رشد حافظه هم توی کودک و نوجوان توی فرایند بازی کردن هستی و اینها همه از مزایای بازی کردن هستش. همچنین از فواید دیگه بازی کردن بهبود توجه و تمرکز، بهبود مهارت‌های ریاضی، توانایی حل مسئله، بهبود خلاقیت و موارد دیگه هستش. پس بزرگسالا میتونن به وسیله بازی با بچه‌ها ارتباط برقرار بکنن و برای رشد حوزه‌های مختلف اونها از بازی‌ها استفاده بکنن، چون سنین کودکی هم سنین بسیار مهمی برای رشد جنبه‌های مهم شخصیت افراد هستش. توی این درس در مورد این صحبت میکنیم که خیلی مهم هستش که توی سنین کودکی به رشد هوش و تمرکز کودکان توجه بشه. باید بدونیم که بازی ها علاوه بر این که باعث سرگرمی و لذت بردن در کودک میشه، میتونه باعث رشد توانایی های فکری کودکان هم بشه. پس بازی ها باعث افزایش هوش کودک توی حوزه های مختلف و افزایش توجه و تمرکز اونها میشه.
در مورد توجه و تمرکز باید بدونیم که یکی از اساسی ترین مشکلاتی که امروز دانش آموزا توی مدارس دارن مشکلات تمرکز و توجه هستش و همین مشکل تا سالهای بعدی هم به شدت روی فرآیند تحصیل اونها تأثیرات منفی میذاره و باعث شکست‌های پشت سر هم و مشکلات تحصیلی زیادی میشه. مشکل تمرکز این مدلی خودش رو نشون میده که کودک نمیتونه به صورت مستمر توی یه تکلیف باقی بمونه و مدام حواسش پرت میشه. توی این شرایط حتی اگه هوش کودک هم خوب باشه و توانایی‌های یادگیری خوبی هم داشته باشه، چون حواسش دائما پرت میشه و متمرکز نیست، به شدت آسیب می‌بینه و باعث مشکلات تحصیلی و در نتیجه اعتماد به نفس پایین‌تر میشه. بنابراین خیلی مهمه که توی همون سنین کودکی بازی‌هایی برای کودک ترتیب داده بشه که باعث بشه که توجه و تمرکزش افزایش پیدا بکنه. در مورد بحث هوش هم باید بدونید که هوش یه مفهوم گسترده هستش و توی نظریات مختلف هم به اون پرداخته شده. به صورت کلی هوش به دو دسته هوش کلامی و هوش غیر کلامی تقسیم میشه. اما توی این آموزش من برای استفاده از مفهوم هوش از نظریه هوش گاردنر استفاده کردم. گاردنر معتقد هستش که هوش به چندین دسته تقسیم میشه و در واقع انسان‌ها دارای ابعاد مختلف هوش هستند. افراد توی بعضی از این ابعاد هوشی قوی‌تر و توی بعضی از این ابعاد ضعیف‌تر هستند. 9 نوع مختلف هوش از نظر گاردنر وجود داره که اینجا قصد دارم که اونها رو بهتون معرفی بکنم. مدل اول هوش موسیقیایی هستش. هوش موسیقیایی یعنی توانایی تشخیص و ایجاد موسیقی. مدل بعدی هوش فضایی هستش. هوش فضایی یعنی توانایی تشخیص الگوها، تفسیر نقشه و تجسم اشیا توی قالب سه‌بعدی. هوش بعدی هوش کلامی زبانی هستش، یعنی توانایی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و برقراری ارتباط. چهارمین مدل هوش هوش منطقی ریاضی هستش، یعنی تفکر منطقی، حل مسئله، محاسبات ریاضی، همشون برمیگرده به این مدل هوش. جنبه بعدی هوش هوش جسمی حرکتی هستش، یعنی توانایی های فیزیکی فرد مثل هماهنگی، تعادل، چابکی و مسائل اینچنینی. بود دیگه هوش هوش درون فردی هستش، یعنی خودآگاهی و شناخت شخصی و توانایی فرد در مورد اینکه احساسات و نقاط ضعف و قوت خودش رو بتونه شناسایی بکنه. مدل بعدی هوش هوش بین فردی هستش، یعنی مهارت‌های اجتماعی و توانایی برقراری ارتباط با دیگران و توانایی درک احساسات دیگران. مدل بعدی هوش طبیعت گرا هستش، یعنی توانایی درک و تعامل با طبیعت مثل برقراری ارتباط با گیاهان و حیوانات. آخرین مدل هم هوش هستی‌گرا هستش و در واقع این نهمین هوش به حساب میاد و به نظر گاردنر ویژگی‌هایی توی انسان‌ها وجود داره که توی 8 هوش قبلی جای گرفته نشده و بنابراین توی این نهمین بود میتونیم اونها رو جا بدیم. بنابراین بازی‌هایی هم که توی این آموزش توی فصل سوم ارائه می‌کنم باعث افزایش هوش توی همین 9 بُعد هوش گاردنر خواهد شد و وقتی که می‌خوام بازی‌ها رو بهتون معرفی بکنم بهتون میگم که هر بازی باعث افزایش چه نوع هوشی توی کودک یا نوجوان میشه. نکته مهمی که وجود داره این هستش که لازمه که به افزایش هوش کودک و نوجوان توی سنین پایین توجه بکنیم، چون موضوعاتی مثل تمرکز و هوش به شدت به سنین پایین وابسته هستن و هر چقدر که توی سنین پایین تحریک مغزی بیشتری وجود داشته باشه فرد غنی تر خواهد بود. به طوری که با غنی شدن محیط و انجام بازی‌ها و فعالیت‌های مفید میتونیم هوش کودک رو تا 15 نمره هم بالاتر ببریم. یعنی یه فرد با هوش طبیعی و نرمال میتونه تبدیل به فرد نابغه بشه. و برعکس اگر که محیط فرد فقیر باشه و خیلی بازی‌های زیادی با اون انجام نشده باشه میتونه هوشش 15 نمره پایین بیاد، یعنی فرد با هوش نرمال تبدیل به فردی با نمره هوش مرزی یا عقب مونده خفیف بشه.
پس خیلی مهمه که توی سنین پایین روی افزایش هوش کودک کار بشه و بهترین روش هم انجام بازی‌های مختلف هستش. بنابراین توی فصول 2 و 3 بازی‌هایی رو بهتون یاد میدم که باعث افزایش توجه و تمرکز و هوش کودک بشن. تو این دوتا مورد از مسائل بسیار حیاتی و مهم به حساب میان. مناسب بودن نوع بازی با شخصیت و سن کودک. نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که باید بازی متناسب با سن کودک و شخصیت اون باشه. مثلا بازی که با نوزاد انجام میشه رو نمیتونیم با نوجوان هم انجام بدیم. حتی شما روی بازی های مختلف هم میتونید رده بندی سنی اونها رو ببینید. بنابراین توی این آموزش هم بازی ها به تفکیک سن مشخص شدن. مثلا بازی های مناسب برای نوزادان، بازی های مناسب برای بچه های زیر 6 سال، بازی های مناسب برای کودکان 6 تا 12 سال و بازی های مناسب برای نوجوانان. البته که خیلی اوقات هم خیلی از بازی ها وجود دارن که برای سنین مختلف مناسبن. در واقع اینا بازی هایی هستن که برای سنین مختلف جالب و جذاب به حساب میان. مثلا فرد 50 ساله از بازی منچ لذت میبره و همینطور کودک 10 ساله هم از این بازی لذت میبره. اما باید دقت بکنید که بازی های رده سنی بالاتر خیلی مناسب کودکان رده سنی کمتر نیستن. چون نمیتونن اکثرا بچه ها این بازی ها رو انجام بدن و در واقع متوجه بازی ها نمیشن. به خاطر همین هم هستش که مایوس میشن و بازی دیگه نمیتونه تاثیر خودشو داشته باشه. نکته دیگه هم این هستش که بازی باید متناسب با شخصیت و روحیات کودک باشه. مثلا شما از یه پسر بچه پر جنب و جوش نمیتونید توقع داشته باشید که خاله بازی رو دوست داشته باشه و خاله بازی رو انجام بده. پس خیلی مهمه که به علایق کودک هم توجه بکنید. و نکته نهایی هم این هستش که بازی کردن برای بزرگسالان هم خیلی مهم و مفید هستش. مخصوصا این که بزرگسالان با انجام بازی‌ها کودک درون خودشون رو زنده نگه می‌دارن و شادی و نشاط زیادی به اونها منتقل میشه. پس توصیه می‌کنم که خیلی اوقات همراه با کودکتون شما هم بازی بکنید. توی این فصل قراره کلی بازی بهتون آموزش بدم که باعث افزایش توجه و تمرکز توی کودکان و نوجوانا میشه. اول از همه میخوایم توی این درس در مورد این صحبت بکنیم که چه علتی وجود داره که والدین خیلی با کودک و نوجوان خودشون بازی نمیکنن. خیلی اوقات شاهد این هستیم که والدین با کودک و نوجوانشون بازی نمی کنن و تو برخورد با مراجعینم به نظر می رسه که 3 تا علت مهم برای این موضوع وجود داره. خیلی اوقات والدین زمان کافی رو برای بازی کردن با کودک یا نوجوان خودشون ندارن. در واقع مشغله های زیادی وجود داره، مثل مشغله های کاری و شغلی، مسائل اقتصادی و خانوادگی و موارد دیگه که باعث میشه که والدین نتونن زمان زیادی رو برای بازی با کودکشون در نظر بگیرن. گاهی هم والدین واقعا حوصله بازی کردن با بچه ها رو ندارن. تو این حالت پیشنهادم این هستش که والدین واقعا متوجه باشن که بازی کردن اهمیت خیلی زیادی رو برای رشد کودک داره. در واقع اگر میخواید که کودکتون توی ابعاد مختلف و حوزه‌های مختلف رشد بکنه، باید با اون بازی بکنید. و اگر میخواید که کودک شاد و سالمی داشته باشید، باید برش وقت بذارید. و این وقت گذاشتن هم میتونه دقایق کوتاه توی روز باشه، ولی میتونه تأثیرات بسیار زیادی رو داشته باشه. بنابراین توی این آموزش در کنار یاد دادن بازی‌ها، فواید هر بازی رو هم بهتون آموزش میدم. تا اینطوری منطق بازی کردن رو هم بیشتر متوجه بشید. خیلی اوقات والدین بازی‌های خیلی زیادی رو بلد نیستن. در واقع مسائل دیگه زندگی انقدر پررنگ هستن که والدین فرصت نمی‌کنن که در مورد شیوه‌های بازی کردن و ارتباط برقرار کردن با کودک خودشون فکر بکنن. این آموزش به شدت به شما کمک می‌کنه که این خلاقیت رو در خودتون افزایش بدید و به این وسیله بتونید با کودک و نوجوان خودتون ارتباط برقرار بکنید. و نکته جالب و مهم هم این هستش که وقتی شما ارتباط برقرار کردن به وسیله بازی رو شروع می‌کنید، یه حس خوشایند در شما ایجاد میشه.
و شما میبینید که این بازی کردن چه احساس خوبی رو میتونه در شما و فرزندتون ایجاد بکنه. بنابراین خیلی تقویت میشید که بازی های بیشتری رو هم باهاش انجام بدید و زمان بیشتری رو باهاش سپری بکنید. علت سوم که والدین با بچه ها کمتر بازی میکنن کمالگرایی هستش. من متوجه شدم که خیلی اوقات والدین بازی کردن با فرزندشون رو از یاد میبرن. چرا؟ چون فکر میکنن که حتما باید بازی های خیلی خفن و جذابی رو با بچهشون انجام بدن. مثلا فکر میکنن که وقت گذروندن با کودک فقط به این معنا هستش که پول زیادی خرج بکنن یا مسیرهای طولانی رو طی بکنن یا جایزه های خیلی جذابی رو خریداری بکنن. اما در ادامه و طی این آموزش من به شما یاد میدم که میشه با کمترین هزینه، کمترین فضا و کمترین زمان بازی‌های زیادی رو با بچه‌ها انجام بدید. بازی‌هایی که خیلی جذاب هستن و میتونن شما و فرزندتون رو شاد بکنن و فرزندتون رو توی ابعاد مختلف رشد بدن.